یه نکته رو بذاریم بگم همینجا که هم شما میدانید هم من که هنوز هستن کسایی که میگن نوریزاد بسته و وابسته به جناحی از حکومت. حالا هر کی یه چیزی میگه، اپوزیسیون دستساز حکومت. از اینجور هم همینطور که هستند هنوز کسانی که میگن روح الله زم که اعدام شد از خودشون بود. حساسیت داشتن خیلی خیلی خوبه، دقت داشتن خیلی خوبه، ولی و هر کسی که اعدام بشه مثلا آدم غیر خودی ممکنه نباشه، همه اینا روشنه. اما خودمونم میشناسیم که چه پدیده هایی هستیم و چه تحلیل هایی میدیم و چه شک هایی میکنیم و کار حکومت رو بسیار راحت میکنیم در حذف آدم هایی که احیانا حضورشون در مقطعی براشون هزینه داره، هزینه زیادی داره. باری محمد نوریزاده در گفتگویی که داشتیم در همین صفحه آخر، زمانی که یک نفره جلوی مقر سپاه می ایستاد، کتک می خورد و باز می گفت که شما اموال منو برداشتین، به هم پس بدین. اموال منم کامپیوترم و دوربینام و اینا رو برداشتین، به هم پس بدین. من اینا رو اجاره میدم، از پول اجارهش زندگیمو تأمین میکنم، اینا رو به هم پس بدین. و هر روز با می ایستاد و با مردم گفتگو می کرد. جوانی آمده بود، نوریزاد خودش به من میگفت در اون گفتگوی تلفنی، میگفت جوانی آمده بود به من میگفت تو از خودشونی وگرنه چرا نمیگیرنت. بعد نوریزاد میگیرن با کتک و اینها میندازن تو ماشین و بعد از میبرن زندان. بعد از حساب قضا در زندان بعد از چند ماه آزاد میشه. از زندان که آمده بود میگفت بازجو تو زندان به من میگفت ما تا مجبور نباشیم نمیگیریم، چون همه فکر میکنن از خود ماییم، ما دیوانه ایم تو رو بگیریم. باری سوم بهمن 91 با محمد نوریزاد گفتگویی داشتم، یعنی نزدیک 10 سال پیش. آره دیگه 9 سال پیش. حالا گفتگویی داشتم با محمد نوریزاد، تو اون گفتگو خیلی حرفا رو زد ایشون درباره خودش و درباره باورهاش و حکومت دینی. اصلا حاکمیت دینی در دل خودش ظلم میپرورانه، دیکتاتوری میپرورانه، کما اینکه این تجربه رو ما داشتیم. اما نوریزاد یکی از کسایی بود که بسیار تند و تیز و با قلم شاعرانه و محکمی که دارد به مدح همین حاکمیت دینی میپرداخت و درباره همین حاکمیت دینی و آیت اللهاش مینوشت. چه زمانی چه شد که از قطار قبلی پیاده شد و در مقابل نوریزاد قبلی خودش قرار گرفت؟ از این نوشته ها اگر توی نوشته های سابق من بگردید زیاد پیدا میکنید که من شخصا وقتی به اونها مراجعه میکنم گاه عرق شرم بر پیشانی مینشینه. اینا مال مقطعی است که من با سه پرده جهل و ترس و طمع مواجه بودم. یعنی بر شاکله فکری من جهل و ترس و طمع حاکم بود. طمع که میگم یعنی یه زندگی مختصری، معیشت مختصری که زندگی منو تأمین بکنه. و ترس که میگم از آشوبی که دیده بودم در برخی از زندگی ها و شخصیت ها ایجاد میشه. و جهل چون نمیدونستم، نمیفهمیدم، ندیده بودم، اصلا در حاشیه بودم و خداوند کمک کرد این سه پرده برکنار شد. گرچه من سالهای متمادی امید داشتم به اصلاح این نظام، اینکه اون آرمانها رو بر بیاوره و ما رو به افقهای روشن نوید بده. این که پرسیدید من کی از قطار این نظام پیاده شدم و در برابر خودم قرار گرفتم، واقعا نمیتونم حادثه های سال 88 رو انکار بکنم در نقشی که در دگرگونی بنده داشتن. من باورهای عجیبی داشتم، کما اینکه الان بسیاری چون من این باورها رو دارن که روحانی نمیتونه
آدم بکشه، نمیتونه دروغ بگه، حاکمان ما نمیتونن فریب بدن، غارت کنن، بزنن مردم رو و دروغ بگن. من همه اینها رو یا بخش وسیعی از اینها رو توی اتفاقات سال 88 دیدم. اونجا بود که احساس کردم من سالها در غفلت بودم، در جهل به سر می بردم و باید تکلیف خودم رو روشن می کردم. من واقعا گریبان خودم رو گرفتم. الان شرمنده مردمی هستم که من سالها در کنار اونها زیستم و از درد و داغشون خبر نداشتم. من شرمنده مردمی هستم که با هر زنگ در ترسیدن از امثال من. من شرمنده مردمی هستم که اموالشون مصادره شده، خودشون آواره شدند. من شرمنده مردمی هستم که فرزندانشون بی دلیل و بدون دادگاه اعدام شدند. من شرمنده مردمی هستم. من شرمنده مردمی هستم که از من و امثال من دروغ شنیدند، نشانی های غلط از ما گرفتند، امیدهای واهی به ما بستند. من سال 88 گریبان خودم رو گرفتم.